اسمسی بر من اومد نمیده بر این که شما سهام اداله ثبت نام نکردید. یه 20 سهام برداشت شد و دو دقیقه بعد یه 5 سهام. همینجوری موندم گفتم من جای خرج نکردم پولامونه. مشتری که میومد کلن حواسش به موز بود که موز خراب یا میوه خراب بهش ندید. یه لحظه از این قفلتش تو استفاده میکردیم تو دستگاه کپی هم میکشیدیم و تو دستگاه اصلی هم میکشیدیم قبضم بهش میدیم. ملاحظه میفرمایید که توی دست جا میگیره خیلی راحت و دیده نمیشه و حالا خب شکل ها و اندازه های مختلف هستش. پرسجو کردیم پلیس فتا گفتن که گوهردش خرید داشتیم. گفتن بله. من چی خریدم؟ یه آب معدنی. یه آب معدنی ارزش 30 میلیون برای من تمام شد. این یه دستگاه پوزه که اون سخت افزاری که تحت عنوان اسکیمر هست در خود پوز جاگذاری شده و به نوعی شاید در نگاه اولیه احساس میشه که یه دستگاه پوز معمولی هستش. زنگ زدن ساعت 3:30 بعد از ظهر. بعد بهش گفتن که همراه اول برنده شدی. باید تو 3 تا کارت بریزی. خیلی زبون بازی کردن. حتی بهشون گفتم کلاهبرداری نباشه. گفتم شما کد ملیتون رو بدید. پس کد ملی متادن 4 تا خواستم خودش تندتون خود. بعد گفتن شما رو میدادن. میگفتم به خاطر ای که احراز هویت کنن فلان کنن شما واسه شما رو کد اجازه نمیدادن مثلا تو گوشی نگاه کنن. کد ملیتون رو دادید بعد چی شد؟ بعدش خالی میکردن. نگو به من میگفتن دارم تو 3 تا کارتات پول واریز میکنم 10 تومن 10 تومن. ایه کارتم 26 تومن برداشتن، ایه کارتم 8 تومن برداشتن، ایه کارتم 200 برداشتن. رینج میفرستادن به صورت سهم و سهم عبارت. بعد افزار نصب شده تو گوشیم، هک شده بود گوشی من و بعد از طریق گوشی من به چند نفرم این لینک وارد شده بود. میتونید درصد بگی چند تاشون رو لینک کلیک میکردن که دسترسی پیدا میکردی به اطلاعاتشون؟ 80 درصد. حدودا 50-60 میلیونی بسیارشون شده است حسابم. ما از ابتدای سال تا کنون 12 تا باند در حوزه اسکیمر دستگیر کردیم، 12 تا باند هم در حوزه فیشینگ دستگیر کردیم. مجموعا چند نفر میشن؟ و مجموعا بیش از 50 نفر دستگیر شدن تو همین دوتا باندی دوتا حوزه که من خدمتون عرض کردم. مبلغش هم میفهم. البته خب ببینید ما در حوزه های مختلف باندهای مختلفی رو دستگیر کردیم، ولی توی همین دوتا حوزه که من خدمتون عرض کردم خب 24 تا باند دستگیر شده و شاید مبلغش بیش از 50 میلیارد تومان هم بشه. اون اس ام اس هایی که حالا هر از گاهی تحت عنوان همون سهام عدالت و سهام نیستن و میاد کار همین باند بوده یا جای دیگه هم همون شیوه استفاده میکنن؟ ببینید این باند ها برسا این افراد به این شیوه خب الان یکی از موضوعات اصلی و کلاهبرداری هایی که داره صورت میگیره در فضای سایبر همین کلاهبرداری ها به روش ارسال بدافزار پیامک در قالب یک پیامک هستش که هم در شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی داخلی و هم خارجی و هم این که یا از طریق پیامک ارسال میشه و افراد رو ترغیب میکنن به انهای مختلف یا سامانه سنا، سهام عدالت و موضوعاتی که موضوعات روز هستش افراد رو ترغیب میکنن که روی این لینک ها کلیک بکنن، ورود پیدا بکنن و در حقیقت با ورود به این لینک ها شما یه بدافزار رو بر گوشی خودتون نصب میکنید و دسترسی میدید به اون شخص کلاهبردار که بتونه هم به پیامک شما دسترسی پیدا بکنه، پیامک شما رو رویت کنه و بخونه و همین که از طریق سیستم و سخت افزار شما برای افراد دیگری همین پیامک رو ارسال بکنه و به نوعی شما رو به عنوان متهم اینجا به افراد دیگر معرفی بکنه و شما رو گرفتار بکنه و پاسخگو بشید به سیستم قضایی و انتظامی کشور به این شکل و از حساب خود شما هم با هدایت به درگاه‌های جعلی فیشینگ قبل از اینکه اطلاعات حالا قبلا اطلاعات کارت بانکی شما رو از شما میگیره با اون اقداماتی که انجام میده و با اون دسترسی که به سامانه پیامکی شما داره نیازی به برسو قرائت کردن و خوندن شما برای رمز پویا نیست، چرا که دسترسی داره به پیامک شما به راحتی رمز پویا رو وارد می‌کنه و اون مبلغی که خواستش هست و نیازش هست و میتونه از حساب شما برداشت. بعدش اگه حالا کسی رو اون لینک کلیک کرد باید چیکار کنه؟ اقدام سریع که حالا بهترین کار اینه که ابتدا اینترنتشو قطع کنه، یعنی اینترنت گوشیشو قطع کنه که اون ارتباط رو با اون فرد کلاهبردار از بین ببره و به نوعی
ادامه اقدامات مجرمانش جلوگیری بکنه. این اولین کارش هستش. سریعا یا خودش اگر این توانمندی رو داره و این آگاهی رو داره اون بدابزار رو از رو گوشیش حذف کنه، یا اینکه اگر قادر به این کار نیست بلافاصله پلیس فتا مراجعه کنه، یا اینکه یک مرکزی که در حوزه موبایل فعال هستش مراجعه بکنه بلافاصله اون بدابزار رو حذف کنه، و اگر مورد کلاهبرداری قرار گرفته میتونه به مرجع قضایی به هر صورت مراجعه بکنه، شکایت مطرح بکنه و در ادامه پلیس فتا ورود میکنه و برخوردهای لازم و قضایی رو انجام خواهد داد. ضمنی که ما یک مرکزی رو داریم به اسم مرکز فوریت‌های سایبری که به صورت شبانه روزی و 24 ساعته فعال هستش، با یک تلفن گویا 096-380 که هر استان با شماره گیری کد همون استان میتونی ورود پیدا بکنی و با اون کارشناسی که در حوزه سایبر آگاهی‌های لازم رو داره و توانمندی لازم رو داره، یک سری دسترسی‌های اولیه رو داره، میتونه هم از ادامه کلاهبرداری برداشت از حساب به نوعی کمک بکنه به اون شهروند و اون کاربر فضای مجازی، و همین که اگر نیاز به مشاوره داشته باشه مشاوره لازم رو بهش بده.